همزمان با برگزاری اجلاس بین المللی کویت سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواست تا با رایزنی به حل مشکلات کشورهای خود بپردازند و از هر گونه ارعاب توطعه خصومت و قطع رابطه پرهیز کنند این سازمان در نامه خود آورده است بسیاری از ملت‌های عرب منطقه امید دارند که نتایج این اجلاس به نفع آنها و در راستای حل مشکلات و بحرانهای به وجود آمده باشد خصوصا بحران کشور قطر و قطع رابطه دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطر که ادامه آن تأثیری عمیق در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه گذاشته است. این سازمان افزود ملت های منطقه خواستار خاتمه نفرت، دشمنی و دخالت های نابجای برخی کشورهای خارجی در امور منطقه هستند. مسلمان آزاده در ادامه نوشت مسیر ملت های عرب خلیج فارس مسیری مشترک است. پس لازم است تا سران این کشورها با رایزنی مشاوره و اقلانیت به این وضع ناگواری که منطقه را به صورت کلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به صورت خاص در گرفته پایان دهند چرا که استمرار آن باعث به وجود آمدن تهدیدات و خطرات گوناگون برای ملت‌های صلح طلب منطقه است سازمان جهانی نفع خشونت تاکید کرد اختلافات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حل نشده بسیاری وجود دارند که استقرار و امنیت را در برقی کشورهای خلیج فارس برهم زده اند و بسیاری از مردم این کشورها از وجود نابرابری، نجات پرستی و فقر رنج میبرند و باید به دنبال حل مشکلات اجتماعی و معیشتی آنان بود، و تنها راه برای حل این مشکلات رایزنی و گفتگو و در آخر حل اختلافات بین کشورهای متخاسم است. این سازمان حقوق بشری در نامه خود خطاب به سران کشورهای اجلاس کویت آورد ای رؤسا ملتهای شما نیازمند مدیریت صحیح شما در مواجهه با انواع بحرانها و خواستار ارتقای اوضاع دیپلماتیک داخلی و خارجی کشورهای خود برای ایجاد امنیت و ثبات هستند. خصوصا کشورهای شما که از های طبیعی خدادادی بحرمندند. مسلمان آزاده ادامه داد، شما باید با برادری مسلحت ملت های یکدیگر را رعایت کنید و مانع از تشدید درگیری های سیاسی و قطع رابطه شوید زیرا در نهایت شما از یک نژاد، یک سرزمین و یک دین هستید و فقط مرزهای رسم شده بر نقشه های کشورها شما را از هم جدا ساختند. این سازمان خطاب سران کشورهای منطقه گفت شما رؤسا همگی مسئول هستید تا مانع فتنگری و ناامنی شوید و باید در خاموش کردن آتش جنگ های کشورهایی مانند سوریه و یمن کوشا باشید و بدون دخالت در امور دیگر کشورها دست یاری و مساعدت به سوی ملت های عرب و اسلامی دراز کنید ملت هایی که از اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر منطقه در رنج هستند مسلمان آزاده در پایان نامه خود خطاب به سران کشورهای خلیج فارس با اشاره به اینکه برآورده کردن خواسته دیگران یک نعمت الهی تلقی می شود افزود ما از شما انتظار داریم تا دست در دست هم و با یاری یکدیگر شاهد به وجود آمدن صلح و امنیت شکوفایی اقتصادی توسعه انسانی و پیشرفت در تمام ارساها باشید و مانند وضعیت و حال و هوای امروز کشور کویت از آزادی بهره ببرید و اموری مانند لغو شهروندی را دیگر شاهد نباشیم چرا که پدر یک خانواده نمیتواند فرزند خود را نادیده بگیرد و انکار کند